میگیرن، یا مثلا زندانیا چطور خبردار میشن که شما دارید چیکار میکنین، کارزاراتون چیه؟ بله ببینیم، ما خودمون خیلی حساس هستیم به اخباری که به دست میاریم. اخبار ممکنه موثق باشه یا نباشه، این رو در نظر بگیریم که در حال حاضر یه بله اثری که زندانیایی هستن که قبلا در زندان بودن، دوستان و آشنایانشون هنوز در زندان هستن، از طریق خود خانواده ها، از طریق خود زندانی ها که خیلی جالبه، به خاطر اینکه زندانی ها تماس میگیرن، حالا یا به صورت نامه به بیرون ارسال میکنن یا تماس تلفنی میگیرن با ما، و ما در واقع چیزهایی رو که میگم پیاده میکنیم به روی کاغذ و این رو منتشر میکنیم، از ما میخوانیم کار رو بکنیم و یا به اتحادیه اروپا و جاهای مختلف انتقال میدیم. در واقع خودشون تماس میگیرن و اخیراً جمهوری اسلامی کاری که کرده، چون میدونه زندانیان تماس میگیرن، یه دستگاهی در زندان تا آخرین خبر، این قبلا هم بوده ولی جدیدا خیلی بیشتر بوده، بس میکنه، بس کرده که پارازیت بندازه، زندانیان نتونن از موبایل استفاده بکنن. و این خودش سرطانزا هستش، من پزشک نیستم نمیدونم، ولی که به اخباری که بوده اینجوری گفته شده. به هر حال کاری که زندانی میکنه با پول هنگفتی، خیلی هنگفتی، گاهن میتونه موبایلی به دست بیاره و از اون طریق بتونه تماس بگیره، صداشو برسونه. کار خیلی ریسکی هستش، خیلی خطرناکه، و من بارها گفتم که اگر کار در رابطه با زندانیان سیاسی پیش رفته، واقعا بخش عمدهش و مدیون این زندانیان هستش که تو زندان با هزار ریسک، با هزار خطر رو به جور میخرن و خبر رسانی میکنن. و حالا یه جوری شده که وقتی که یه کارزاری گذاشته میشه، زندانیان میدونن، حالا از طریق خانواده‌هاشون یا از طریقه اینو میدونن، مثلا لیستی که ما گذاشتیم تماس گرفتن که چرا لیست این تعداد نیست توی خود در واقع اسامی. به هر حال یه مسئله که هست، ما خودمون خیلی خیلی اتکا میکنیم و اخباری که خودمون میگیریم، چون در نظر داشته باشیم همین کارزار نگذار قلبشان از تفش بازی سر، ما در طول مدت یه چیزی رپورت گزارشی تهیه کردیم در رابطه با وضعیتشون، یه سری از نامه های زندان و همه اینا، و این رو در اختیار مجامع بین المللی از جمله احمد شهید قرار دادیم، دولت های مختلف بتونیم از اون طرف فشار بیاریم به جمهوری اسلامی که بهشون دارو درمان بده. خب وقتی که شما همچین چیزی ارائه میدین، باید اخبارتون معتبر باشه و منبع اصلی ما خود زندانیان هستن. در این حال کمپین های مختلفی که با زندان در تماس هستن، افراد مختلفی که هستن، این اخبار رو به ما میرسونن. حالا واقعا روزانه است این اخبار، اخباری که از زندان میرسه روزانه است، و این خیلی خوبه، نشون میده که زندانی احساس میکنه صدا شنیده میشه در زندانی. خب هموطنان ما چیکار میتونن بکنن که کمک بکنن؟ چه ساجستشنی دارین که چیکار میتونن بکنن که به شما کمک بکنن؟ خب منابع مالی خیلی مهمه، 100% اونطوری میتونن، ولی کارهای دیگه میتونن در خارج و در داخل بکنن که کمک باشه برای سازمان شما؟ بله طبعا همونطور که گفتی منابع مالی خیلی مهمه، که ما خیلی راحت از روی وبسایتمون از طریق پیپل میتونن کمک مالی کنن، و اگر نمیتونن وقتشون رو در اختیارمون بذارن. من اینو خدمتتون بگم، نه تنها کسانی که ایرانی هستن، کسانی که غیر ایرانی هستن مراجعه میکنن. یه خانم کانادایی تماس گرفته بود، گفته بود من پول ندارم ولی میخوام واقعا کمک کنم، از هر طریقی میتونم، وقتشون رو داوطلب بشن. به این معنی اگر در زمینه تخصصی دارن و یا حتی هیچ گونه تخصصی ندارن میخوان با ما کار بکنن، تماس بگیرن. ما عرصه های مختلف کاری داریم که حالا در اختیارشون میذاریم. یه چیزی که به نظر من خیلی مهمه، خیلی ساده، اگه بگم لازم نیست اصلا در هیچ ارگانی هم باشن، اون ایرانی ها ببینین در خارج از کشور هر کدوم یه جا زندگی میکنن، یه کاری میکنن، درس میخونن، در محل تحصیلشون میتونن صدای زندانیان سیاسی باشن. یه ابتکاری که در رابطه با مسئله پناهندگی سالها پیش در خود انگلستان صورت داده بودن، در هر محله کمیته درست کرده بودن برای دفاع از پناهجویان، یه کمپینی گذاشته بودن. پس کنین ببینین ایرانی که خارج از ایران هستش دستش خیلی بازتره. من همیشه میگم اگر زندانی از داخل زندان خطر رو به جون میخره، نامه میفرسته، تماس میگیره، مایی که تو ایران نیستیم، مایی که دستمون بازه، خیلی تو زندان نیستیم، خیلی دستمون بازتره. درست. در من خیلی تمرکز بدم بهش. ببینید در رابطه با همین کمپین زندانیان محبس دارو درمان، در رابطه با همین اعدام هایی که
چند روز پیش شیخ معارفی و حبیب گلپریپور و 17 نفر دیگه بوده، در رابطه با همین ها ببینید میتونن یه تومار جمع کنن. هر کسی در هر کشوری به خاطر که شهروند اونجا هستش میتونه با اعضای پارلمان، حالا تو آمریکا فکر کنم سناتورهای مختلف تماس بگیرن، باشون تومار جمع بکنن. ما مثلا توماری داریم روی سایت اینترنتیمون در رابطه با زندانیان محروم از دارو و درمان که خیلی راحت قابل دسترسی هستش. اگر نه خودشون یه نامه دو خطی بنویسن، سعی کنن از دوست، آرایشگرشون، فامیلشون، همکلاسشون، دوستشون امضا بگیرن و بگن که ما به عنوان شهروندان اون کشور از شما میخوایم به جمهوری اسلامی فشار بیاریم که هرچه سریعتر بدون قید و شرط به اینا درمان و دارو ارائه بده. من میگم بدون قید و شرط، چون کسی مثل محمد رضا پورشجری که وبلاگ نویس هستش و واقعا داره جونش رو از دست میده، یه بار فکر کرده بهش گفتن به شرطی شما دارو درمان میدیم که بیان مصاحبه تلویزیونی بکن. خان محبوبی، ایرانیانی که میخوان به شما با سازمان شما تماس بگیرن و کمک بکنن، هر گونه کمکی، چگونه میتونن با اتون تماس بگیرن؟ بله، میتونن از طریق ما وبلاگ داریم، از طریق سایت اینترنتی، فیسبوک. میدونم همینجوری گفتنش برای بیننده‌ای که داره میبینه آسون نیست، اما میتونن روی اگر فیسبوک داریم، اگر فیسبوک دارین میتونین همین زندانی سیاسی رو به لاتین بنویسین و سایت ما رو میبینین، خیلی راحت میتونین تماس بگیرین. زندانی سیاسی به لاتین، لاتین، بله. و از اونجا شما در این حال میتونین اخبار زندانیان سیاسی رو روزمره ببینین. بله، خیلی ممنون که وبسایت رو فیسبوک رو گذاشتین و در این حال از اون طریق میتونن تمام اینفورمیشن ما رو داشته باشن. همین لوگویی که میبینن، هر جا که میبینن لوگوی ما سربن، یا روی گوگل اگر هیچ کدوم از اینا رو دسترسی ندارن، فقط بزنن CFPPI Campaign to Replace Self-Reviews in Iran. بله، همونو وقتی گوگل بکنیم خودش میاد و در این حال یا اسم خود منو خیلی قابل دسترس راستش رو بخواییم، میتونیم به راحتی بیاین و با ما تماس بگیریم. خیلی وقتا کسانی هستن، فرض کنیم یه خانم نیبت میکنم تو آمریکا جدیدن به این قله های کلیمانجارو رو رفته بود و اونجا در حمایت از زندانیان سیاسی یک کلیپ درست کرده بود، عکسشون رو برده بود و فرستاد برای ما که بتونیم پخش بکنیم. این یه ابتکار خیلی خوبی هستش. اگر نگاه کنیم هر کاری رو میتونیم ابتکارات انجام بدیم. در داخل ایران برای عزیزانی که صدای من رو میشنون، من فکر میکنم تجمع در مقابل زندان ها واقعا قوی هستش، همون که بشاره... مادرها کردن در زمان دو سال پیش. دقیقا، مادران پاک لاله. دقیقا، و این عملی هستش به طور واقعی. خب یه سوالی منم میخواستم ازتون بکنم، این بودش که خب فامیلای این زندانی سیاسی که در ایران هستن وقتی با شما تماس میگیرن و مسائلشون رو مطرح میکنن، اینا فالوآپ میکنین باهاشون؟ یعنی در تماس پیگیری میکنین؟ پیگیری میکنین، در تماس میمونید باهاشون که ببینید وضعیت بهتر شده؟ و سازمان های حقوق بشری وقتی مطرح میکنین این مسائل رو با شما در خارج چطور همکاری میکنن؟ یا مثل سازمان ملل که مقداری میبینیم خیلی کار زیادی نکرده، کار زیادی نمیکنن، خانواده ها میبینن که اثر گذاره وقتی میان پروی شما؟ سوال خیلی خوبی کردیم. ببینید، یکی این که بله پیگیری میکنیم تا اونجایی که امنیت اونا رو در نظر بگیریم، بیشتر اونا تماس میگیرن. بله، مرتبا پیگیری میکنیم، چون یک مسئله تو کار در زمینه زندانیان سیاسی اینه وقتی یک کیس رو میگیریم باید پیگیری بکنیم. بله، اگر همینجوری روشو یه خبری بدیم و تموم بشه، اون زندانی در خطر میمونه به طور واقعی. و بعد تلاش ما اینه که خانواده زندانیان سیاسی رو به اصطلاح باشون صحبت کنیم که واقعا رو به پیرین حرف بزنن. تلاشی که جمهوری اسلامی میکنه اینه، میگه که هر کسی با رسانه ها حرف بزنه، هر کسی خبر رسانی بکنه بچه‌شو میکشن تو زندان. همچنین چیزی وجود نداره. ببینید، تا شما یکی رو بیشتر علنی بکنیم بیشتر حبسش میکنیم به طور واقعی. و در این حال سازمان های مختلف چجوری عمل میکنن؟ ببینید، من سازمان های مختلف حتی عفو بین الملل هم به طور واقعی و متاسفانه خیلی بروکراتیک برخورد میکنن. شما وقتی که اولا به اون شکل میتونن خیلی بیشتر از اون کار بکنن، اما متاسفانه میبینیم وقتی تماس میگیریم
خب پشتیبانی میکنن. طبعا بستگی داره چه نوع، مثلا اتحادیه های کارگری در رابطه با کارگران زندانی واقعا به معنی خیلی هاشون سنگ تمام گذاشتن، حمایت میکنن، کمپین میذارن، کار عملی میکنن، ولی در این حال وقتی ما تماس میگیریم من فکر میکنم اینها از یه نظر بعضا خطر برخورد میکنن. نگاه میکنیم همیشه یه تعداد زندانی سیاسی رو مطرح میکنن که این به خودی خود غلط هست، نمیتونیم این کارو بکنیم. ما به هر حال تماس همیشه اینو میگیریم، ولی من به یه چیزی که رسیدم واقعا تو تجربه خودم، حتی سازمان حقوق بشر، دیدبان حقوق بشر بین الملل، احمد شهید، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، اتحادیه اروپا، همه اینها وقتی جواب میدن که ما بتونیم فشار خیلی وسیعی بذاریم. برای مثال این مدت بحث فقط بحث اتمی هستش در رابطه با ایران، هیچ صحبتی در رابطه با این اعدام‌ها، در رابطه با محرومیت این زندانان از دارو و درمان نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه قرار این مطرح نشه، قرار رابطه با ایران به هم نخوره. به همین دلیل به نظر من وقتی میگیم سازمان‌های حقوق بشر، یه دیدی هست که فکر میشه که خوب سازمان‌های حقوق بشر دارن کارشون میکنن، منظورم سازمان‌های حقوق بشر جهانی، اینجوری نیست. حتی خود بین‌الملل هم باید بهش فشار آورده بشه که این کار رو انجام بده. خانم محبوبی، در این مذاکرات اخیری که آقای ظریف با امریکایی ها داره و آقای روحانی با غربی ها داشتن، برای اولین بار از خانم نوید پیلی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد دعوت کردن که بره به ایران. اتفاق جالبیه، ولی خب به گزارشگر حقوق بشر در مورد ایران به او اجازه نمیدن بره، ولی نوید پیلی رو دعوت کردن. پیشنهادی دارید؟ آیا ارتباط گرفتید، تماس دارید با نوید پیلی؟ و پیشنهادی دارید که ایرانیان چه کار میتونن بکنن، چه پیامی برای نوید پیلی بفرستن، احیانا ایمیل، فکس، نامه؟ بله طبعا، بله ما مرتب تماس میگیریم. یه مسئله و دو مسئله رو اجازه بدیم جدا کنیم. در اصل درست گفتید، به ایشون میگم بیان ولی به احمد شهید اجازه نمیدم بیان. اولا که این یه چیز خیلی فرمالیته هستش، این رو در نظر بگیریم. وقتی جمهوری اسلامی میگه که این نوکری که میتونه بیاد اونجا، این یه عقب نشینی جمهوری اسلامی. گاهن وقتی این اعدام‌ها رو میشنویم احساس میکنیم که خب چی شد، دوباره اعدام کردن، دوباره کارا پیش نمیده. ولی همین که جمهوری اسلامی میاد همچین چیزی میگه، این عقب نشینیه. همین که جمهوری اسلامی میاد در مقابل 24 صفحه گزارش احمد شهید 54 صفحه جواب میده، این عقب نشینی جمهوری اسلامی. یعنی ما مبارزه کردیم که در واقع فشار بهشون آوردیم. اینکه دعوت کردن ازشون به نظر من یه چیز بی‌معنی هستش. این اولین بار هم نیست، یادتون نره سال 82 فکر میکنم 6 بود، من تو زندان اوین بودم، گالیندروپول اومد اونجا، ما اصلا تو زندان خبر نداشتیم. من وقتی که آزاد شدم متوجه شدم، گویایشون که اومده بود یک بخش مشخصی از زندان رو نشون داده بودن، نه بقیه رو. خب حتی اگه ایشون هم بذارم بره ایران، چی رو قراره ببینیم، چی کار قراره بکنیم؟ میدونم حتی در این حدش هم به نظر من ممکن نیست این کارو بکنن، این در حد هستش. و در این حال من فکر می‌کنم ایرانیان چی کار میتونن بکنن. ببینید ما همینجوری اخبار رو میبینیم و از کنارش میگذریم. فرض کنیم روحانی اومده اینجا و صحبت کرده، همین اخیرا هم فکر کنم دیروز پریروز بود در ژنو، گفتن که مذاکراتشون خیلی بیشتر و در جزئیات هستش در رابطه با مسئله اتمی. من فکر می‌کنم ما حالا نه چند دیگه 1 میلیون نفر از اون ایرانیایی که در خارج هستن، باید واقعا کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل رو ایمیل بارون بکنن، فکس بارون بکنن، حالا بلوت به توییتر توییت بارون بکنن، توفان توییتری را بدازن و خواستشون این باشه که باید یکی از شرطاشون دادن دارو و درمان به زندانی و توقف شکنجه اعدام باشه. دقیقا زمانی که احمد شهید در فکرم 2 هفته پیش بود در مجمع سازمان ملل گزارششون رو ارائه دادن، ما فراخوان توفان توییتری به اصطلاح دادیم که از همه خواستیم که یه توییت بفرستن، خودش گفته بود توییت بفرستن و این آگاهگری رو در رابطه با مشخصا این کمپین زندانیان محروم از دارو و درمان بکنن. من فکر میکنم ما نباید وایسیم نظاره گر باشیم. ببینیم دارن در رابطه با از وقتی روحانی رو از صندوق آوردن بیرون میگن که اعدام ها داره یک کاری میکنه. چرا؟ چون نسیم سطوط وقتی اعدادی رو آزاد کرده بود.
حمید قاسمی شاه مشخصا در کانادا خوشبختانه آزاد شد. ولی به این نگاه کنید که از زمانی که روحانی سر کار اومده، طبق اخبار کمیته بین المللی علیه اعدام مشخصا یه چیزی حدود 300 نفر اعدام شده. 300 نفر از وقتی فقط از ماه جون در واقع اومده سر کار، صدها نفر دیگه در معرض اعدام هستن. و به همین دلیل شما ببینید، من یه چیز نکته هم بگم، خیلی از اینا زندانی سیاسی نیستن. من دارم با کسانی کار میکنم از لحاظ شغلی، کسانی که اعتیاد دارم، حتی مواد مخدر رفتار میدم، من روبروی این آدم میشینم دارم کمکش میکنم از لحاظ روحی روانی، و بخشی از ذهنم داره فکر میکنه هزاران نفر مثل این جوان که روبروی من نشسته همین مشکل رو داره، داره توی ایران اعدام میشه. چرا باید اینجوری باشه؟ و این واقعا قلب آدم رو به درد میاره، یک انسان داره اعدام میشه. در نتیجه این بعد زمانی که روحانی اومد و شروع کرد مجمع سازمان ملل اونجا، تمام این رسانه های طرفدار رفرم یادشون رفته که کسانی مثل موسوی چقدر کشتار کرده در دهه 60، اومدن و با هلهله و شور و تاب گفتن که روحانی میخواد یه کاری بکنه. من همون موقع اتفاقا میگفتم که واقعا یه اخباری بود، شما با این کارتون به ضرر مردم و زندان سیاسی کار میکنید، دارین افکار عمومی جهان رو بی‌حس میکنید، دارین کاری میکنید که کسی که از خیابان رد میشه، از تظاهرات ما رد میشه، خب روحانی که داره یه کاری میکنه، شما چرا اینجایید؟ منظورم اینه که ببینیم از وقتی روحانی اومده، خیلی من میگم واقعا بیشرمانه کسانی که میخوان جمهوری اسلامی رو حفظ بکنن دارن صداشو در نمیارن، در حالی که همین مدت حبیب گلپریپور و شیرکو معارفی از فعالین شناخته شده بودن، اعدامشون کردن. زینب جلالیان یکی دیگه هستش که داره بیناییشو از دست میده در زندان و حاضر نیستن بهش مرخصی بدن. با اعدامای خاموش و اعدامهای علنی همون سیاست رو ادامه میدن. مگه ما 34 سال جمهوری اسلامی میبینیم؟ رفرم در جمهوری اسلامی معنی نداره. خانم محبوبی، همین امروز وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در یونسکو صحبت میکرد، ما ایرانیان چه کار کردن، ایرانیان مقیم فرانسه جلوی یونسکو؟ ببینین من میگم هر جایی جمهوری اسلامی سر و کلش پیدا میشه، تو ایران باور کنیم مردم ایران خیلی فعال هستن، جلوی زندان ها تظاهرات های جمعی در رابطه با شیرکوبر، دقیقا در رابطه با همین حالا در شهرهای مختلف، در بانه، در سرقس، در رابطه با شیرکو معارفی، هر چقدر که گفتن نباید تجمع بشه، هنوز اومدن و تجمع کردن. و در نتیجه من میگم ببینید، وقتی سر و کله این جانیان، اگه اجازه بدیم این جانیان یه جایی پیدا میشه، یونسکو، یو ان، هر جا که هستش، ما کاری نداره جزو هیچ گروه و سازمانی لازم نیست باشیم، مثل کسی که برامون مهمه، مثل کسی که 34 سال داریم ضربش رو میخوریم. ایرانی هست به عنوان ایرانی، باورتون نمیشه خانم، کسانی که حتی ایرانی هم نیستن اینقدر دلنشینن، چون از سال 2009 که تصویر ندا رو تو صفحه تلویزیون دیدیم، خوشبختانه یک آگاهگری به وجود اومد که وقتی میگیم ایران، میگه او ندا، کشته شدن آدما. ما ببینیم کاری که میتونیم بکنیم یونسکو هستش. حالا دنیای اینترنته، شما برای خریدتون، برای گرفتن مسافرتتون میرین رو اینترنت، یه سایت رو باز کنین، یونسکو هستش، ایمیل داره، ایمیل بفرستید، دو خط ایمیل بفرستید که شما نباید این جنایتکاران رو وا بدید. اگر فرض کنید سازمان جهانی کار آیلو میاد و نماینده جمهوری اسلامی رو قبول میدین، ایمیل بفرستید، جای آیلو سازمان جهانی کار کارگران هستش که تو زندانه از جنایتکاران جمهوری اسلامی. من فکر میکنم خیلی خیلی ساده، یه دقیقه وقت بدید. خانم محبوبی، یه گله‌ای باید کرد از خدامون، خودمونم تاثیرکاری به عنوان ایرانی ها. خانم کریستی ادمانپور یادش نباید بره که ایرانیه و در ایران بزرگ شده و یه بالاخره یه چیزی امروز دیدم داره مصاحبه میکنه با این آقا و اصلا سوالی در مورد وضعیت حقوق بشر در این سالها من ندیدم این خانم مطرح بکنه. خیلی آسته و راسته بیا میکنه که بتونه بره ایران و مال املاکش رو بگیره برگرده. ما جای تاسفی مقدار خودمونیم، همونطور که میگین امروز جلوی یونسکو یه عده باید میرفتن اعتراض میکردن. برای آمدن روحانی امسال در نیویورک بجز سازمان مجاهدین خلق بقیه مبارزین کجا بودن؟ نبودن.
متاسفانه تقصیر خودمونه و همونطور که شما گفتین در این سالها اومدن با رفسنجانی ما رو آروم خواستن بکنن، بعد اومدن خاتمی اومدن، بعد اومدن آقای موسوی اون جنبش آوردن، حالا هم با آقای روحانی فقط و فقط دارن وقت میخرن و متاسفانه ما به عنوان ایرانی ها ساکت میشینیم و نظاره گریم. همونطور که شما گفتین از زمان روحانی همینطور دارن میکشن. من دیدم تلویزیون جمهوری اسلامی برای اولین بار اعدام خودش تو کانال شبکه خبر شبکه یکش پخش داره میکنه، میگه اینو کشتیم، عنکبود سرخ آقا رو نشون میده که داره میگه من خانما رو میبردم توی بیابون و در النگاشونو میدوزیدم. خب چرا؟ فقر، بدبختیه، همونطور که شما گفتید اعتیاد یه چیزی نیستش، خود این رژیم بچه های ما رو معتاد کرد، خود این رژیم است که بچه ها نیان بیان تو خیابون مواد مخدر ارزونتر از سیگار داد دست بچه های ما. بنابراین ما ایرانی ها یه مقداری همونطور که شما گفتین مسئولیت در خارج داریم، ماها دست و بالمون بازتره ولی متاسفانه نمیریم دنبالش. متاسفانه خب یه چیزی که هستش، ببینین کریستین امانپول نماینده من و شما نیست، نماینده دولت آمریکاست. دولت آمریکا میخواد چیکار بکنه؟ دولت آمریکا میخواد که صداش، ببینین اصلا بقیهانه است که شما این همه مذاکره میذارین، شرطتون این نیست که شکنجه و اعدام لغو بشه، شرطتون اینه که مسئله اتمی. چرا؟ چون اونه که به نفع دولت‌های مختلف هستش. من یه تماسی با اتحادیه اروپا داشتم چندی قبل در رابطه با محمد رضا پور شجری و آرش صادقی که خوشبختانه آزاد شد، یه مدت هیچ خبری ازش نبود. چیزی که به من گفتن که خب روحانی اومده سر کار، حالا ببینیم چی کار میخواد بکنه. من چیزی که به این آقا گفتم، بهش گفتم چون با هم ملاقات داشتیم و در تماس هستیم، گفتم ببینیم همین حالا که من دارم با شما صحبت میکنم، این زندانی ها یکی یکی دارن جونشون رو از دست میدن. شما میتونین منتظر باشین، ولی اون ماده زندانی و زندانی نمیتونه، به خاطر اینکه جونش رو داره از دست میده. به همین دلیل کاملا درست میگین. ولی من یک سوالی که خانم محبوبی، متاسفانه وقت ما داره تموم میشه تا یک دقیقه دیگه، من میخوام ازتون یه خواهش کنم. خیلی از هم میهنان حتما سوالهایی دارن که میخوان از شما بکنن در همین زمینه. اگر موافق باشین هفته آینده تشریف داشته باشین باز در برنامه، خطوط رو باز میکنیم که اونها هم بتونن بیان با شما صحبت کنن و برنامه رو دنبال میکنیم. من فکر کنم خیلی موضوع مهمیه و خیلی کمک میکنه ما بیشتر درباره این موضوع صحبت کنیم. من از شما و آقای سربر کاردار خیلی تشکر میکنم. حتما من در خدمتتون هستم، خوشحال میشم. من تشکر ویژه دارم از شما عزیزان که این وقت رو در اختیار من میگم، نه من، زندانیان سیاسی قرار دادین و خانواده‌هاشون. تشکر میکنم، من در خدمتم هفته بعد، خوشحال میشم. خوب، پس انشاءالله هفته آینده با هم خواهیم بود. خیلی خوشحال میشم با تشکر از شما و همچنین از رخصان و هموطنان. هفته دیگه اگه سوالاتون رو مطرح بکنین، ما برای خطا رو چون معمولا باز میکنیم ولی چون خیلی مهمه این خطا رو باز میکنیم، از ایران هم اگه بیشتر تلفن کنین که خوشحالتر میشیم. خانم محبوبی داریم میتونن به صدای شما گوش بدن. از آقای سربر کاردارم تشکر کنین از طرف ما. از پیمان چقدر تشکر میکنیم. از پیمان هم خیلی زیاد، خیلی زیاد. من هم از کادر فنیتون تشکر میکنم و از شما. روز و شبتون خوش. شب بخیر تا هفته آینده.